کولسیان فصل دوم. می خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لودیکیا و برای همه آنان که تا به حال روی مرا ندیدند زحمت کشیدم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست می آید بهره‌مند شوند و از این را حقیقت پنهان خدا را که خود مسیح است بشناسند. تمام گنجینه های حکمت و معرفت در مسیح پنهان است. این را می گویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، زیرا اگرچه جسمن دور هستم در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. پس امان طوری که روز مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در پیوستگی با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، امان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. متوجه باشید مبادا کسی با دلایل بیفایده و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید طفلانه این دنیاست شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز در او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در پیوستگی با او سنت شده اید، سنتی که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله سنت مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح دفن شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود سنت نشده بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که بر ضد ما بود محو کرد و آن را بر صلیب خود محکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمانروایان را خل سلا کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. بنابراین در مورد خوراک یا نوشیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تاثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیت است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از گرفتن تاج پیروزی باز دارد، زیرا چنین شخصی به اتکای رویاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود. این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر یعنی با مسیح قطع کردند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مفاصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند. وقتی شما با مسیح مردید، با عقاید طفلانه این جهان قطع رابطه کرده اید، پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا تابع مقررات از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این اوامر فقط قوانین و تعلیمات انسان است. البته این اعمال در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کردند و فروتنی و ریاضت کشی ظاهرا معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.